بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 13 درس روش های انرژی که در واقع اختصاص داره به مباحث ابتدایی فصل 4، که در این فصل ما معادلات صفحه و روش های حل اونها رو بر اساس روش انرژی خواهیم داشت. مشابه با فصل گذشته، در دو بخش این فصل در واقع برنامه‌ریزی شده. فصل بخش اول تحلیل استاتیکی و بخش دوم تحلیل دینامیکی صفحات رو خواهیم داشت. خب تو فصل گذشته در مورد تیرها به عنوان یکی از سازه‌ها بحث شد، تئوری‌های مختلفش گفته شد، معادلاتش بر اساس روش انرژی به دست اومده و روش‌های حلی هم که وجود داره برای پیدا کردن پاسخ در واقع استاتیکی و دینامیکی تیرها، روش های مختلفش در واقع مورد بررسی قرار گرفت، نکاتش مطرح شد. گفتیم که تیرها در واقع سازه‌ای هستند که یک بعدشون، یعنی بعد طولشون در مقایسه با دو بعد دیگه بسیار بزرگتره و اینی که ما از تغییرات در دو راستای دیگه صرف نظر میکنیم. اینجا در واقع تو این فصل ما در مورد صفحات صحبت میکنیم که صفحات یا ورقها در واقع اینها دو بعد بزرگتر در مقایسه با یک بعد دیگه دارن، یعنی دو بعدشون در مقایسه با یک بعد دیگه در واقع بعد بزرگی هست که در واقع اون بعدی که در واقع کوچکتر هست همون بعد ضخامت هست. خب در ابتدا حالا اصطلاحاً سینماتیک تغییر شکل صفحات مطرح شده. منظور میدان تغییر مکانی هستش که در صفحات وجود داره، در واقع اینجا بحث شده. در ابتدا هم در واقع تئوری کلاسیک در صفحات که معروف هست به تئوری کلاسیک کرشوف در صفحات ما در واقع صحبت خواهیم کرد و معادلاتش رو به دست خواهیم آورد. حالا تئوری کلاسیک در صفحات بسیار شبیه هست با تئوری کلاسیک در تیرها، تئوری کلاسیک اویلر برنولی. نکات همون نکات هست، فقط تعمیم داده شده هست در واقع دو وجه یا دو بخش در دو راستا در صفحه، که حالا اینجا شما مشاهده میکنید که در شکل سمت چپ یک صفحه در نظر گرفته شده که این صفحه اصطلاحاً فلت هست، صاف هست و خب ویژگی صفحات یا ورقها در واقع همین هست. اگر در واقع اون شکل ما انحنا داشته باشه و در واقع منحنی شکل باشه به عنوان پوسته شل در واقع ما میشناسیم، که خب خارج از بحثی هستش که ما در این درس در واقع دنبال میکنیم. خب این صفحه که اینجا نشون داده شده، همونطور که داشتم عرض میکردم، دستگاه راستگرد XYZ در نظر گرفته شده. صفحه در واقع در واقع این ورقی که اینجا نشون داده شده در صفحه XY قرار گرفته و Z در راستای ضخامت هست و این صفحه XYZ مرکزش روی میت پلینه، یعنی این محور Y و محور X در واقع روی میت پلین قرار گرفتند و صفحه میانی و محور Z هم که عمود بر صفحه میانی هست به سمت پایین در واقع مثبت در نظر گرفته شده با توجه به قاعده دست راستی که وجود داره و ما XY که در واقع مشخص کردیم. در این QXY هم که می‌بینید بار خارجی وارد شده بر صفحه هست و مشخص هست که در عرض کنم که حالا اینجا که نشون داده شده انگار داریم این صفحه رو در این ورق رو در صفحه YZ می‌بینیم و خب میدان تغییر مکان رو میتونیم در صفحه YZ شبیه به چیزی که برای تیرها گفته بودیم محاسبه کنیم. مثلا فرض کنیم اینجا انگار یک تیری هست که در صفحه XZ قرار گرفته. حالا اگه بخوایم میدان تغییر مکانش رو بگیم، میدان تغییر مکانش خواهد شد V که در راستای محور Y هست و W که در راستای محور Z هست در واقع، که خب در واقع انگار اون نکاتی که تو فصل گذشته گفته بودیم میشه در واقع V ناشی از در واقع اون نیروهای محوری یا اون کششی که در سیستم اتفاق میفته در راستای محور Y، یعنی V در واقع خواهد شد VS اصطلاحاً، VS که تابعی از X و Y یا T هست در تحلیل دینامیکی، در تحلیل استاتیکی تابعی از X و Y، منهای Z روند W به روند
میشه میدان تغییر مکان در راستای محور وای. در راستای محور زد که مشابه بحثی که توی فصل گذشته داشتیم، دبلیو در واقع در راستای زخامت تغییر نخواهد کرد. پس در نتیجه ما اینجا میدان تغییر مکان رو برای این ورقی که توی این صفحه وای زد نشون داده شده در راستای محور وای و در راستای محور زد پیدا کردیم. همین داستان رو، همین نکته رو بایستی برای صفحه ایکس زد هم در واقع داشته باشیم و میدان تغییر مکان اون مؤلفش در راستای محور ایکس هم به دست بیاد که مشابه اون بحثی که تو فصل گذشته داشتیم یا مشابه بحثی که اینجا برای محور وای داشتیم خواهد شد. مثلا یوی اس ناشی از حالا کشیدگی صفحه در راستای محور ایکس که تابعی از حالا یوی اس، خودش تابعی از ایکس و وای هست در تحلیل استاتیکی، تحلیل دینامیکی عرض کردم، بایستی یک زمان هم در واقع به این پارامتر اضافه بشه. منهای زد روند دبلیو به روند در واقع ایکس که به عنوان میدان تغییر مکان اینجا بایستی بهش اشاره بشه. اینی که عرض میکنم نکات شبیه همون بحثایی هستش که ما توی فصل گذشته برای تئوری کلاسیک اویلر برنولی گفتیم و داریم تعمیمش میدیم در دو بود برای تئوری کلاسیک کرشوف برای ورقها یا صفحات. خب با این نکاتی که من عرض کردم و همینطور که اینجا مشاهده میکنید در واقع خب یوسه میدان تغییر مکان در راستای محور Z در راستای محور سوم که به صورت WXY نشون داده شده و U1 U2 که ناشی از کشیدگی سطح میانی باشه به صورت U و V حالا اندیس S رو هم که اینجا مشاهده میکنید و یه بخشی هم که مربوط به خمش هست در واقع اینجا گفته شده U1 بندینگ و U2 بندینگ که بالا به صورت منفی Z روند W روند X برای U1 و منفی Z روند W روند Y برای U2 گفته شده که حالا جمع همه این نکاتی که من عرض کردم، جمع اثر همه این نکاتی که عرض کردم ما رو میرسونه به میدان تغییر مکانی که در واقع معادله 4 شما اینجا مشاهده میکنید. این معادله 4 خواهد شد میدان تغییر مکان یک ورق، یک صفحه در دستگاه حالا راستگرد XYZ برای تئوری کلاسیک کرشوف در ورقات، که خب حالا بر اساس این میدان تغییر مکان که تو اسلاید گذشته در واقع بیان شد برای ورق ها ما میتونیم این معادله 4-5 رو داشته باشیم. معادله 5 فصل 4 رو منظورم هست که مؤلفه های کرنش غیر صفر رو ما خواهد داد. مؤلفه کرنش نرمال در راستای محور X، مؤلفه کرنش نرمال در راستای محور Y و مؤلفه کرنش برشی اپسیلون XY که اینجا شما در واقع مشاهده میکنید. این دو شکلی که اینجا مشاهده میکنید مربوط به همون نکاتی هستش که در بیان معادله معادله 4-3 ما ازش استفاده کردیم. این دو شکلی که در واقع اینجا شما توی شکل 4-2 مشاهده میکنید. نکته ای که اینجا وجود داره، گاهی اوقات من میبینم در واقع سوال دانشجوام هست این هست که این اپسیلون XY، حالا ما گفتیم در تئوری کلاسیک، حالا چه توی ورقها و چه در تیرها، حالا اینجا که بحث ما در مورد ورقها هست، کرنش برشی صرف نظر میشه، اما منظورمون کرنش برشی عرضی هست، کرنش برشی قائم هست، یعنی حالا با توجه دستگاهی که توی شکل یک نشون داده شده، شکل یک فصل 4، اونجا خب کرنش برشی اپسیلون YZ و اپسیلون XZ منظورمون هست که در تئوری کلاسیک کرشوف توی صفحات توی ورقها صرف نظر میشه، اما اون کرنش برشی دیگه که در واقع اپسیلون XY هست، کرنش برشی در اون صفحه، این خب توی تحلیل ها وجود داره و شما اینجا مشاهده میکنید که غیر صفر هست و اینجا توی این معادلات بیان شده. حالا مشابه قبل که توی تحلیل ها ما قبلا داشتیم، این اندیس اسی که به U و V در واقع اختصاص یافته تو خیلی از کتاب ها با اندیس صفر نشون میدن، U صفر و V صفر که حالا بیان میشه، حالا همون نکته رو داره در واقع بیان میکنه و اینجا حالا با اندیس S مشخص شده. میدان تغییر مکانی که توی معادله 4 شما مشاهده میکنید، خب تنش های برشی تای XZ و تای YZ رو صفر میده، در حالی که ما میدونیم این تحلیل ها توی تیرها مشاهده کردیم که اینا خب بایستی غیر صفر باشن و خب به عنوان یک نقطه
نقطه ضعف در واقع مطرح میشن، اما خب تئوری های در واقع دیگه هستن که این ضعف رو در واقع به طریقی پوشش میدن. خب بریم سراغ قسمت بعدی که در واقع روش اول هست برای محاسبه معادلات و معادلات تعادل صفحه، که روش اول رو اصطلاحا بهش در واقع ما توابع شدتی منتجه های تنش میگیم و اینجا حالا به عنوان روش اول مطرح شده. دو تا روش دیگه هم هست که جلوتر در موردش صحبت خواهیم کرد. خب توی تیرها منتجه های تنش رو ما با V و M نشون دادیم و N البته V نیروی برشی، گشت و رخمشی M و نیروی محوری N. توی ورق ها و صفحات حالا هم در واقع این قضیه برقراره و ما بر اساس تنش هایی که در مقطع داره اثر میکنه بر ورق، ما میایم و منتجه های تنش رو محاسبه میکنیم. دقت داشته باشید که حالا در واقع تنش هایی که داره به صفحه اثر میکنه تنش برشی تای XZ هست، تنش برشی تای YZ هست و به همین صورت تنش های نرمال تای X و تای Y و به همین صورت تنش های برشی تای XY، تنش برشی تای XY که داره به صفحه، به مقطع صفحه داره وارد میشه. شما یه مقطع صفحه در نظر بگیرید، این تنش هایی که عرض کردم رو میتونید درک کنید که به صفحه داره در واقع اثر میکنه. حالا این تنش ها وقتی دارن در راستای ضخامت به صفحه اثر میکنه، بایستی اصطلاحاً برایند یا منتجه داشته باشه، برایند تنش یا منتجه های تنش، که حالا اینجا تو گام اول مشاهده میکنید که نیروهای برشی یا شدت نیروهای برشی QX و QY رو تعریف کردین توی این معادله 6 که QX شده انتگرال منفی H دوم تا H تای XZ DZ، که دقت داشته باشین تای XZ تنش برشی عرضی هست، هرچند توی تئوری کلاسیک اویلر برنولی به لحاظ روابط و فرمول هایی که ما داریم اینو صفر به دست میاریم، اما ما اینجا نگهش میداریم چون QX رو جلوتر میخوایم ازش ما استفاده بکنیم. این قضیه برای تیرها هم بود که اشاره کردم در قسمت قبلی، ولی خب ما اونجا هم در واقع نیروی برشی رو محاسبه میکردیم. و QY هم در واقع انتگرال در راستای ضخامت تای YZ خواهد شد که شما اینجا مشاهده میکنید. حالا جلوتر تو شکلها این منتجه ها باز نشون داده خواهد شد. خب میبینید حالا این در واقع صفحه هست که حالا المان دیفرانسیلی که انتخاب شده از صفحه که تنش ها بهش اثر میکنه و شما اینجا مشاهده میکنید تنش هایی که در واقع وجود داره، که حالا QX در واقع با توجه به این مؤلفه‌های تنشی که اینجا مشاهده میکنید واضح هستش که این الان تنش تای X، تای XX اصطلاحاً، این تای XZ و این تای XY، با توجه به در واقع نکاتی که توی فصل‌های گذشته گفتیم، با توجه به قراردادهایی که برای نامگذاری مؤلفه‌های تنش داشتیم، این هم در واقع الان تای Y هست، یا به عبارتی تای YY هست که در واقع مؤلفه تنش نرمال هست، این تای YZ و این هم تای YX هست که در واقع داره بهش اثر میکنه و یه جزء دیفرانسیلی در نظر گرفتیم که این طولش DX، این طولش DY و ضخامت H رو هم که اینجا شما مشاهده میکنید. با توجه به در واقع QX و QY که اینجا تعریف شده، واضح هست که شما بایستی به این نتیجه برسید که در واقع این تای XZ داره به ما QX رو میده و همینطور در واقع تای YZ که اینجا در راستای قائم مشاهده میکنید مماثل بر صد داره به ما QY رو میده. یعنی وقتی Q تای XZ رو در راستای ضخامت، تای XZ رو وقتی در راستای ضخامت انتگرال میگیریم، QX رو مخاطب که شدتی هست، یعنی در واقع گسترده هستش رو این سطح محور Y که مشاهده میکنید، انگار یه بار گسترده QX داریم که تو این سطح در واقع داره اثر میکنه بر واحد طول، بر واحد طولی که اینجا در واقع وجود داره، نیوتن بر متر در واقع به عبارتی خواهد شد. تای در واقع YZ رو هم که اینجا مشاهده میکنیم سطح پایینه، پس QY داره به این سطح اثر میکنه، به این سطح، به این سطح که اینجا مشاهده میکنید و بر واحد طول هست، یعنی یک QY انگار یه بار گسترده هست که داره به این طول در واقع طولی که الان جا به صورت DX نشون داده شده داره اثر میکنه. خب این از در واقع منتجه های
تنش، تنش های تای XZ و تای YZ که اینجا مشخص شده. همینطور میشه برای MX و MY آورد، یعنی این تای X که اینجا داره اثر میکنه و تای Y که اینجا داره اثر میکنه. اگر یک جزء دیفرانسیل اینجا در نظر بگیریم، یک جزء دیفرانسیل دیگه که در واقع در فاصله Z نسبت به میت پلین قرار گرفته باشه و طولش هم DZ باشه، به اون صفحه، به اون جزء دیفرانسیلی که من دارم اینجا اشاره میکنم، به این جزء دیفرانسیلی که اینجا دارم اشاره میکنم که در واقع این در واقع تنشی که داره اثر میکنه، هول میت پلین یک گشتوار خمشی ایجاد میکنه، یک گشتوار خمشی که باز دارم عرض میکنم بر واحد طول هست، شبیه چیزی که برای QX و QY تو قسمت قبلی گفتیم در واقع. بس در نتیجه این به این جزء دیفرانسیلی که این پایین داره در واقع این تنش تای X اثر میکنه، هول میت پلین یک گشتوار خمشی خواهد داشت که این گشتوار خمشی رو ما، یعنی با منتجه این تای X در اون جزء دیفرانسیلی که من در عرض کردم، در واقع منتجش در واقع منتجه گشتوار خمشی هست بر واحد طول که به صورت MX در واقع نشون داده شده. همین قضیه برای این تنش نرمال تای Y وجود داره که اپسیلون در واقع MY رو اینجا ایجاد خواهد کرد و شما مشاهده خواهید کرد. حالا با توجه به قراردادهای مثبتی که هست، MX ما در واقع اگر در صفحه XZ نگاه کنیم، MX ما پاد ساعت کرده و اگر در صفحه YZ نگاه کنیم، MY ما اینجا در واقع ساعت کرد خواهد شد. یعنی چون تای X به سمت در واقع در Z مثبت به سمت راست داره اثر میکنه، گشتاورش به این صورت خواهد شد که حالا از این صفحه که ما داریم الان نگاه میکنیم در واقع پاد ساعت کرده و برای حالا این صفحه که اینجا هست، اگر بیایم از این ور نگاه کنیم، اینم در واقع ساعت گرد خواهد شد. که خب مقادیرش اینجا مشاهده میکنید، مقادیر منتجه های تنش برای MX و MY یا بهتر بگیم برای تای X و تای Y، برای تنش های تای X و تای Y. که خب این MX و MY با توجه به نکاتی که من عرض کردم، بایستی به این قضیه رسیده باشید، به این نکته رسیده باشید که اینها واحد بر واحد طول هستن، یعنی به عبارتی که مثلا نیوتن متر بر مترن، یعنی یک گشتاور گسترده MX داریم که بر این طول داره اثر میکنه و یک گشتاور گسترده MY داریم که داره روی این طول اثر میکنه، که خب عرض کردم واحدشون نیوتن متر بر متر خواهد شد. به طور مشابه برای در واقع تای ایکس وای هم این قضیه برقراره، تای ایکس وای و تای وای ایکس، که این تای وای ایکس وای گشتاور در واقع پیچشی است که داره به این سمت اثر میکنه، که خب با ام ایکس وای نشون دادیم، و گشتاور پیچشی که داره به این سمت اثر میکنه با ام وای ایکس نشون دادیم، که این عبارت هم بایستی ام وای ایکس باشه، مشابه با تای وای ایکسی که اینجا نشون دادیم. اما معلوم هست با توجه به تقارنی که توی تنش ها وجود داره، تنش برش وجود داره، تای ایکس وای با تای وای ایکس برابره، در نتیجه میشه گفت که ام ایکس وای هم با ام وای ایکس در واقع برابر خواهد شد. پس این از مؤلفه های در واقع مربوط به منتجای تنش که دوتا کیو، کیو ایکس و کیو وای داشتیم، دوتا ام داریم، ام ایکس و ام وای، گشتواره خمشی بر واحد طول، و دوتا هم گشتواره پیچشی بر واحد طول داریم که ام ایکس وای هستن و ام وای ایکس، البته که اینجا گفتیم با هم دیگه برابرن به خاطر تقارن تنش برشی. حالا میخواییم در واقع این منتجه های در واقع معرفی شده رو بر حسب مؤلفه های میدان تغییر مکان ما بیان کنیم، این در واقع بر حسب حالا W یا US و VS که قبلا صحبت کردیم، معادله 4 در واقع بیان کنیم. برای اینکه کار رو انجام بدیم، بایستی رابطه تنش کرنش رو داشته باشیم که حالا با توجه به در واقع قانون هوک در حالت تنش صفحه‌ای، ما این نکته رو داریم که اینجا شما در واقع مشاهده میکنید. ما تو حالت در واقع تئوری کلاسیک، ما حالت تنش صفحه‌ای داریم، ما حالت تنش صفحه‌ای داریم در حالت تئوری کلاسیک کرشوف. در نتیجه این معادله 10 رو مشاهده میکنید که تای ایکس تای وای و تای ایکس وای رو برای این حالت تنش صفحه‌ای در واقع آورده، و اگر این تا رو، تای ایکس تای وای و تای ایکس وای رو در معادلات مربوط به ام ایکس ام وای و ام ایکس وای جایگزین کنیم، به این فرم در واقع معادله 11 نوشته خواهد شد که شما میبینید. و اگر به جای تنش ها جایگزین کنیم از روابط قبلی، به جای تنش ها از عرض کنم معادله به جای کرنش ها، به جای کرنش ها اگر جایگزین کنیم از معادلاتی که قبلا به دست آورده بودیم، معادله 5، معادله 5 این فصل، اون موقع ما میتونیم در واقع انتگرال گیری کنیم در راستای ضخامت
و معادلات رو به این فرم بنویسیم، یعنی mx my و mxy رو به این با این معادلات به خیز w در واقع مرتبط کنیم که این d رو هم اصطلاحا بهش میگن مدول صلبیت خمشی صفحات و به صورتی که معادله 13 داده شده بیان میشه که d خواهد شد eh3 تقسیم بر 12 منهای نودو که e خب در واقع مدول یانگ هست و نو ضریب پوآسون. محاسبه d خیلی ساده است، یعنی انتگرالی که ظاهر میشه در واقع با توجه به این معادله که اینجا مشاهده میکنید در راستای ضخامت، انتگرال ای تقسیم بر یک منهای نو دو زد دو دی زد ظاهر خواهد شد که دامنه انتگرال از منفی اچ دو تا اچ دوم هست، که اگر این انتگرال گی در راستای ضخامت انجام بشه حتما این دی که اینجا مشاهده میکنید تو معادله 13 در واقع محاسبه خواهد شد. البته این نکته باید گفته بشه که در محاسبه معادله 12 ما اون میدان تغییر مکانی که معرفی کردیم قبلا در معادله در واقع 4 این فصل، معادله 4 این فصل، در واقع ما از اون عبارت US و VS صرف نظر کردیم به همون دلیلی که توی تیرها این کار رو ما انجام میدادیم در تحلیلمون. توی نوشتن حالا این معادله 12 که اینجا مشاهده میکنید این نکته در نظر گرفته شده. خب در قسمت بعدی در واقع رفتیم سراغ محاسبه منتجه‌های تنش بر روی یک سطح مایل که در واقع اون حالا مرز مایل یا سطح مایل در واقع بردار عمود بر اون بردار وی باشه که اینجا در واقع نشون داده شده. اجازه بدید من در واقع قسمت اسلاید بعدی رو اینجا نشون بدم. چیزی که اینجا مشاهده میکنید این یک صفحه‌ای هست، حالا به صورت مثلث اینجا نشون داده شده، این محور ایکسشه، این محور وایشه و می‌بینید که ما می‌خوایم منتجای تنش رو اینجا به دست بیاریم، یعنی نه لزوما منتجای تنش رو سطوحی باشه که محورهای ایکس وای بر اون عمود باشه، نه، ما با توجه به هندسه‌های مختلفی که از صفحات داریم این قضیه هم می‌تونه امکان پذیر باشه، می‌تونه اتفاق بیفته که در واقع روی حالا سطحی حرکت کنیم که محور عمود بر اون لزوما محورهای ایکس و وای نباشن، با توجه به اینکه بحث‌های فعلا کلی هست. خب پس این در واقع حالا جزء دیفرانسیلی هست که نشون داده شده و عرض کردم این محور X، محور Y و محور Z به سمت پایین در واقع بردار نو که اینجا حالا نشون داده شده به این صورت و که عمود بر این سطح هست و بالا بردارهای مؤلفه‌های تنشی که داره به این سطح اثر میکنم، حالا این نوی در واقع تای نو هست یا تای حالا دابل نوی که اینجا نشون داده شده تنش نرمال، تای نو در راستای محور Z، تای نو Z و تای در واقع نو S اصطلاحا نشونش دادیم اینجا که این مؤلفه تنش برشی درون صفحه است که اینجا مشخصه. حالا تنشی که اینجا اثر میکنه مثلا فرض کنید تای Y هست، تای Y Z هست و تای Y X با توجه به دستگاهی که نشون داده شده، این برام مشخص است که تای X، تای X Z و تای X Y هست که در واقع مشخص است. حالا اینجا یک شکل دیگه از این آوردیم و محور X Y رو مشاهده میکنید، بردار در واقع V و حالا راستای S که مشخص هست، از بالا انگار داریم در واقع صفحه مثلثی رو نگاه میکنیم، جزء دیفرانسیلی اینجا دی ایکس دی وای و زوایا رو مشاهده میکنید دیگه، اینجا تتای ایکس تتای وای یا بالعکس اینجا تتای ایکس تتای وای که در واقع داده شده و مشخص است که خب این تتا ایکس و تتا وای خب واضح است که متمم هم دیگه هستن با توجه به نکاتی که گفته شده تو متن کتاب هم اشاره شده و حالا با این شکلی که اینجا توی در واقع اینجا توی این اسلاید شما مشاهده بکنید شکل 4-5 میتونیم این در واقع روابط رو بنویسیم که دی ایکس خواهد شد دی اس کوسینوس تتا وای یا میشه دی اس کوسینوس تتا ایکس که در واقع داده شده و به همین صورت میشه گفت که دی ایکس به دی اس میشه کوسینوس تتا وای با توجه به اینکه چیزی گفته شده و این کوسینوس تتا وای رو ما تو نوتیشن هامون به صورت ای نو و وای نشون میدیم، یه ویرگول یا کاما اینجا باید در واقع داشته باشیم و به همین صورت به طور مشابه میشه گفت که کوسینوس تتا ایکس هم خواهد شد دی وای به دی اس یا به عبارت دیگه میشه آی نو ایکس که در واقع اینجا گفته شده، یعنی کوسینوس زاویه تتا ایکس در واقع. خب حالا با توجه به در واقع شکل 4-6 که در واقع اینجا شما مشاهده میکنید ما میتونیم تعادل رو بنویسیم، تعادل برای
از شما که تعادل نیرویی برای المان ها و میبینید که سیگما اف در راستای محور نوموس صفر قرار داشته شده و این رابطه نوشته شده با توجه به این شکل 4 5 و 4 6 البته و سیگما اف اس موس صفر رو بنویسیم این معادله به دست خواهد اومد و سیگما اف اس هم به همین صورت این معادله رو ما خواهد داد. تعادل نیرویی رو نوشتیم در سه راستا و از این سه تا معادله ما میتونیم معادله 17 رو به دست بیاریم که در واقع منتجای تنش رو مؤلفه های تنش رو در راستای محور در واقع نو وی وی اس و حالا وی زد در واقع داره نشون میده. اینجا هم حالا آی وی و وای بایستی من اشاره میکردم یا آی وی و ایکس که حالا اینجا من به این ترتیب در واقع تصحیح میکنم. خب بعد از اینکه این مؤلفه های تنش در واقع به دست اومدن عرض کنم که ما میتونیم در واقع منتجه های این مؤلفه های تنش رو در راستای ضخامت به دست بیاریم، همون کاری که تو قسمت قبلی انجام دادیم و کافی هست که این معادله 17 رو در زد ضرب کنیم و در طول ضخامت انتگرال بگیریم که این فرایند رو قبلا انجام دادیم برای حالا قسمت قبلی و در نتیجه ما میتونیم این عبارت رو بنویسیم MV و MVS که حالا گشتوار خمشی هست و گشتوار پیچشی حالا با توجه دکاتی که گفتیم به این صورت در واقع محاسبه میشه که عرض کردم حالا نحوه محاسبه این معادله 14 معادله 18 مشخص است. این معادله 17 رو کافیه که شما در زد ضرب کنید و از منفی H2 تا H2 در واقع انتگرال بگید که اگر این دو عبارت اول رو این کار رو انجام بدید این دو عبارت اول رو به ترتیب MV و MVS در واقع محاسبه خواهد شد و برای اون عبارت سوم هم اگر هم این کار رو انجام بدیم یعنی این عبارت رو هم بیایم در واقع بیایم و منتجه های برش رو اصطلاحاً پیدا بکنیم یعنی انتگرال منفی H2 تا H2 در راستای Z از این عبارت سوم از این معادله سوم رابطه 17 در واقع بگیریم میرسیم به معادله 19 که QV رو خواهد داد برابر با AVY QY بلای AVX QX که در واقع اینجا مشخص است. پس منتجای تنش رو برای هر راستای دلخواهی هم اینجا در واقع ما محاسبه کردیم. خب حالا این مؤلفه های حالا منتجای تنش QX, QY, MX, MY و MXY رو میتونیم با در نظر گرفتن تعادل المان که توی حالا شکل 4 7 توی یک راستا فعلا نشون داده شده به یکدیگر مرتبط کنیم و اگر برای این شکل 4 7 که شما اینجا مشاهده میکنید این شکل که مؤلفه های تنش در راستای محور Xش فقط نشون داده شده اگر بیایید سیگما اف ایکس مساوی صفر قرار بدید این معادله به دست میاد، این معادله که اینجا مشاهده میکنید بعد از ساده سازی و به همین صورت اگر سیگما اف وای مساوی صفر قرار داده باشه یا سیگما اف زد مساوی صفر این سه تا معادله که دو تاش در 21 اومده و یکیش در معادله 20 معادلات تعادلی هستش که برای یک جزء دیفرانسیلی در واقع ما میتونیم در نظر بگیریم. حالا اگر معادله 20 رو که با در واقع نوشتن رابطه تعادل نیرو در راستای محور X به دست آوردیم رو اگر اون رو در Z ضرب کنیم و بر روی ضخامت انتگرال بگیریم معادله 22 ظاهر خواهد شد که خب این عبارت سوم سمت چپ چون شده انتگرال Z روند تای X رو به روند Z دی Z ما میتونیم این رو به این فرمی که مشاهده میکنید بنویسیم و واضح هست که این عبارتی که من دارم اینجا نشون میدم یعنی تای X در منفی H2 و H2 صفر هست چون بالا و پایین در واقع تنش برشی اعمال نمیشه صفره در نتیجه این عبارت از بین میره و فقط این عبارت انتگرالی باقی میمونه که این عبارت انتگرالی خودش QX هست که یه منفی پشتش داره در نتیجه میشه منفی QX یعنی در واقع این عبارتی که اینجا ظاهر شده بود حاصل شده منفی QX که حالا در نهایت به صورت معادله 24 نوشته خواهد شد که شما تو این در واقع عبارت مشاهده میکنید که QX به MX و MXY رفت داده شده. حالا اگر معادله اول رابطه 421 رو هم این معادله رو عرض میکنم این معادله رو اگر این معادله رو هم به همین طریقی که اینجا در واقع باش برخورد کردیم برخورد کنیم یعنی این معادله اول رو در زد ضرب کنیم و از منفی H2 تا H2 انتگرال بگیریم در راستای ضخامت منظورم هست معادله 25 به دست خواهد اومد که QY رو به MXY و MY به این
این طریقی که اینجا مشاهده میکنید ارتباط میده. حالا اگر معادله دوم در واقع 21 رو هم در راستای زخامت فقط انتگرال بگیریم به این فرمتی که مشاهده میکنید، معادله دوم در واقع رابطه 21 اگه فقط در راستای z انتگرال بگیریم میرسه به این رابطه‌ای که شما اینجا در واقع مشاهده میکنید، معادله 27. که خب این معادله 27 در واقع واضح هستش که همونطور که اینجا گفته شده تای z در مثبت h دوم صفره با توجه به حالا شکلی که قبلا کشیدیم و تای z در منفی h دوم منفی qxy هست، حالا با توجه به جهت q و جهت مثبت z که انتخاب کرده بودیم این میشه منفی qxy و اگر جایگزین کنیم تو این رابطه معادله 28 در واقع محاسبه خواهد شد. حالا اگر به جای qx و qy از معادله 24 و 25 به ترتیب جایگزین کنیم معادله 29 به دست میاد که در واقع بر حسب mx, my و mxy خواهد شد و این q هم که بار خارجی هست. حالا اگر ما تو این رابطه 29 به جای mx, my و mxy از معادلاتی که قبلا به دست آورده بودیم که بر حسب در واقع مؤلفه‌های میدان تغییر مکان بود، یعنی معادله 12 معادله 4 12 رو اگر توی این معادله 29 به جای mx my و mxy جایگزین کنیم میرسیم به این معادله معروف شماره c که معادله دیفرانسیل حاکم بر تغییر شکل یک صفحه کلاسیک هست که به صورت دل 4 w برابر با q تقسیم بر d نوشته خواهد شد که حالا دل 4 هم که اینجا حالا گفته شده مشخص هست با توجه به نکاتی که قبلا شما حتما از ریاضیات به خاطر دارید، در نتیجه دل 4 w میشه q تقسیم بر d، q بار خارجی وارد به سیستم هست و d هم که در واقع مدول سلبیتی هستش که قبلا براش ما تعریف آوردیم توی قسمت‌های قبلی. خب بسیار عالی، پس اینجا ما تونستیم معادله دیفرانسیل حاکم بر صفحه رو به دست بیاریم که حالا با این در واقع پارامترهایی که تعریف کردیم W خیز، Q بار خارجی و D هم با طول سلبیت خمشی صفحه که حالا اینجا در واقع این معادله C رو باید حل کنیم تا خیز صفحه در واقع محاسبه بشه. دقت داشته باشید که حالا این معادله‌ای که به دست اومده ساده ترین معادله‌ای هستش که برای یک صفحه میشه آورد، یعنی دیگه از این ساده تر نداریم برای صفحات. تو تئوری کلاسیک کرشوف که ساده ترین تئوری صفحات هست، در خود این تئوری ما از اون اصطلاحاً US و VS یا به عبارتی U0 و V0 صرف نظر کردیم و رسیدیم به این معادله C که اینجا شما در واقع مشاهده میکنید به عنوان در واقع معادله دیفرانسیل حاکم بر تغییر شکل. بایستی با حل این ما بتونیم عرض کنم که پاسخ سیستم رو پیدا بکنیم. واضح هستش که حالا با توجه به این دل 4 که اینجا تعریف شده تو معادله 33 در واقع معادله دیفرانسیل ما در راستای محور x از اردر 4 هست، در راستای محور y هم از اردر 4. به عبارتی ما در راستای x نسبت به نیاز داریم به 4 شرط مرزی و در راستای y هم نیاز داریم به 4 شرط مرزی، یعنی در هر قسمت اگرچه در راستای x و در راستای y تصور بکنیم چون دو تا مرز داریم، یعنی در راستای x مثلا فرض کنید در x مساوی با 0 و در x مساوی با a فرض کنید اگر مرزهای اون صفحه ما باشه، حالا اگر صفحه رو مستطیلی فعلا فرض کنیم، اون موقع ما نیاز داریم که دو تا شرط در راستای x برای هر قسمت داشته باشیم، برای هر انتها. منظورم اینه که چون x دو راستا دو انتها داره، دو تا شرط برای هر قسمت نیاز است که بشه 4 شرط در راستای محور x، 4 شرط هم به همین طریق برای محور y ما خواهیم داشت. که خب اجازه بدید دیگه من در واقع این قسمت بعدی رو، قسمت 4 رو در ویدیوی بعدی در موردش صحبت کنم.